بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تی که قرار شده از این به بعد برنامه‌های ما رو تو مسلمان تی ببینن امیدوارم حالتون خوب باشه اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک اگه تا با حال به حال عضو کانال مسلمان تی نشدید روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنید یه کلیپ از سردار حسن مفقمی شهرستانی اومده بیرون که الان میخوایم میریم هم ببینیم تجزیه تحلیلش بکنیم و در آخر یه شگفتانه دارم که برای شما میخوام پخشش بکنم اما سردار حسن مفقمی شهرستانی کیه؟ ایشون یه زمانی فرمانده انتظامی استان مرکزی بوده یه زمانی رئیس پلیس امنیت اخلاقی کشور بوده یه زمانی جانشین فرمانده انتظامی استان مازندران بوده یه زمانی هم فکر میکنم تو بازرسی بوده اما الان یه یه هفته میشه که فرمانده انتظامی استان مازندران شده بریم این کلیپ رو با هم ببینیم و برگردیم تحلیل خودم رو خدمتتون ارز خواهم کرد تو این استان تو این شهرستان های ما خدا اینه کرده لاهنجاری بکنه به حکم قانون گردنشو بشکنیم پاسخش هم با اینجا سردار مفخمی به یکی از نیروهای تحت امر خودش به نیروی پلیس میگه شما طبق قانون با هنجار شکنا برخورد کن گردنشو بشکن پاسخش با من یعنی مسئولیتش رو به عهده میگیرم اگر بعد از دیدن این کلیپ یه اپوزیسیون و اینها بیان بخوان به پلیس حمله بکنن خب جای شک نداره اما اگر یه شخصی که خودش رو انقلابی میدونه خودش رو مذهبی معرفی میکنه یا از این کسایی که به هر حال خودشون رو تو جهاد تبیین سرامد میدونن میاد ادعا میکنه مثلا سطح چهار حوزه است و نمیدونم دکترا داره فلان داره بیستار داره معادل دکترا بیاد حرفایی بزنه که پلیس رو بخواد تضعیف بکنه شما چی به ذهنت میرسه این یکی از اون کانال هاست یه مطلبی گذاشته لطفاً با دقت گوش بدید چون نزدیک 367 هزار نفر فقط تو ایتا این شخص رو دنبال میکنن نوشته کلمات رهبری را مرور میکنیم الحمدلله اوضاع نیروی انتظامی خوب است منتها این سطح مطلوب و نهایی ما برای نیروی انتظامی نیست خوب است یعنی بهتر از گذشته است پیش رفته اید حرکت کرده اید خود حرکت کردن ارزش دارد سکوت و سکون و عقبگرد و تنزل عیب است حرکت و پیشرفت خوب است لکن این به معنای این نیست که نیروی انتظامی امروز در سطح مطلوب نظام جمهوری اسلامی قرار داره باید تلاش کنید به اونجا برسید 8-2-98 بعد نوشته صاحب کانال نوشته این یعنی نیروی انتظامی کامل نیست و نقص داره و هر مجموعه نقص داره نقد اون جایزه بعد دوباره نقل قول از رهبری آورده نوشته توصیه من همیشه در دورهای مختلف به نیروی انتظامی این بوده که شما یک روی اقتدار دارید یک روی رحمت و اینها مکمل هم هستند اقتدار شما به درد این ملت میخوره رحمت و مهربانی شما هم به درد این ملت میخوره این رحمت رو خوشبختانه مردم دارن میبینن و در بخشهای مختلف هم اقتدار نیر انتظامی مشهوده دوباره 8298 دو دو و دوباره صاحب کانال اینجا یه چیزی نوشته نوشته اقتدار همراه با رحمت شما در این فیلم بینی و بین الله رحمت میبینید دوباره ی نقل قول از رهبری آورده فرماندهان و مسئولان نیروی انتظامی باید به نحوی عمل کنید که برداشت مردم از نیروی انتظامی یک نیروی مقتدر عادل و هوشیار باشد دو ده نود بعد اینجا صاحب کانال نوشته آیا این فیلم عادلانه و هوشمندانه است دوباره نقل قول دیگه آورده عملکرد نیروی انتظامی باید عاقلانه مدبرانه و برای مردم کاملا اطمینان بخش و اعتماد آفرین باشد دو ده بعد دوباره پرسیده گفته آیا این فیلم چنین صفاتی رو داره؟ دوباره یه نقل قول آورده از رهبری میگه لازم است ما نیروی انتظامی در تراز جمهوری اسلامی در تراز دولت اسلامی در تراز یک جامعه قرآنی و اسلامی داشته باشیم البته تا آنجا فاصله داریم این فاصله را شما جوانهای عزیز نیروی انتظامی باید طی کنید و پیش بروید و من میدانم که شما می توانید به توفیق الهی این کار رو انجام میدید 26696 بعد نوشته ما با نیروی انتظامی تراز فاصله داریم یعنی دفاع مطلق از این نهاد اشتباه است چون تراز نیست حالا کی اومده دفاع مطلق کرد از نیروی انتظامی ما نمیدونیم بعد دوباره یکی دیگه آورده یه نقل قول دیگه آورده میگه باید تصویر یک یار مهربان و مقتدر از نیروی انتظامی در ذهن مردم ترسیم شود 19 دو بعد دوباره پرسیده آیا این فیلم چنین تصویری به مردم منتقل میکنه بعد دوباره یه نقل قول دیگه آورده نوشته برنامه های نیروی انتظامی را بر عقل و منطق از مقتدار و قانونگرایی و عطوفت استوار کنید تا تصویری کاملا مطلوب از ناجا در ذهن مردم قدرشناس ترسیم شود 1995 دوباره صاحب کانال پرسیده آیا این فیلم این شاخصه ها را دارد در ادامه چی نوشته نوشته و ده ها مورد دیگر که حضرت آقا چنین تاکیداتی دارد لطفا یا پشت سخنان رهبری پنهان نشویم یا حداقل همه آنچه رهبری فرموده است را بگوییم خب بسم الله الرحمن الرحیم اولیش کتاب به خودت یا پشت رهبری قایم نشو یا اگر حرف میزنی کامل اون حرف رو بزن الان یه نکته از رهبری میارم شما تشخیص میدید که ایشون در خط رهبری هست یا نیست رهبری یه جمله‌ای داره میفرمد تضعیف پلیس به معنای تقویت مجرمین است پلیس موظف است در مقابل مجرم بیستد امنیت آهاد مردم را تأمین کند آن کسی که به پلیس حمله می کند در واقع مردم را بیدفاع میگذارد در مقابل مجرمین در مقابل ارازل و عباش در مقابل دزد و در مقابل زورگیر خب جناب آقای کانالدار آقای کسی که سطح چهار حوزه هستی و مدام تاکید میکنی که معادل دکترای حوزه است در ادامه چی گفتی گفتی تخریب و تضعیف نهاد پلیس کار قبیحی است آفرین خیلی خوبه ولی انتقاد از یک کار اشتباه یک نیروی پلیس به معنای تخریب فراجان نیست الان شما ادعا کردی که این صحبت های سردار مفخمی اشتباه دیگه که با این صحبت رهبری که الان اشاره کردم بهش اصلا هم اشتباه نبوده همچنان که نباید حوزه رو هم تخریب و تضعیف کرد ولی من نمیتوانم به افرادی که بارها به بنده تهمت زدند یا حقیر را نقد کردند بگویم حوزه را تخریب کردی اگر نقد یک پلیس تخریب نهاد پلیس است پس با همان منطق تخریب یا حتی نقد ما هم تضعیف روحانیت و حوزه است ولی این منطق کاملا اشتباه است یا علی اما نکاتی که اینجا مطرح کرده ایشون صحبت هایی که رهبری داره رهبری داره اشاره به مردم میکنه مثلا تو اینجا ببینید میگه فرماندهان و مسئولان نیروی انتظامی باید به نحوی عمل کنید که برداشت مردم نه مجرم برداشت مردم این باشه که پلیس یه نیروی مقتدل عادل و هوشیاره یا مثلا اینجا که از رحمت و اقتدار صحبت میکنه باز داره به مردم میگه میگه این رحمت را خوشبختانه مردم دارن میبینند بله در نیرو انتظامی اشکالاتی هست اگر کسی الان ما گفت نیرو انتظامی گل و بلبل خیلی اوکی 100 صد شما میری تو کلانتری یه سرباز با متهم بد برخورد میکنه تو بازداشتگاه شاید اذیتش بکنن داد بزنن سرش توهین بکنن آیا این به معنی که کل پلیس اینجوریه نه اما اینکه در اوج ترویج ولنگاری در کشور جنبش زن هرزگی اومده پای کار دارن ساخت خانواده رو مورد حمله قرار میدن پلیس رو مورد تضعیف قرار میدن یه نفری پیدا شده یه فرمانده انتظامی مقتدر پیدا شده گفته عزیزم برو گردن اون مجرم اون قانون شکن رو بشکن شمایی که سطح چهار حوزه داری واقعا نمیدونی که شکستن گردن استعاره از ناکام کردن حرکت دشمنه کنایه از برخورد مقتدرانای پلیس با هنجار شکنه شما اینو نمیدونی شما فرض کردی به صورت فیزیکی میخواد بره گردنش رو بشکنه نه میخواد مقتدرانه میگه بر اساس قانون کلیپ رو مگه نشنیدی میگه بر اساس قانون اینطور برخورد کن یعنی اقتدار پلیس رو نشون بده من نمیدونم چرا بعضی یا عادت کردن درباره همه چی نظر بدن بابا قبلش فکر کن ببین حرفی که داری میزنی این 367 هزار نفری که این حرف تو رو میبینن میشنوند برای بقیه میفرستن این تو جامعه چه تأثیری میذاره چرا پلیس رو دارید تضعیف میکنید تو دوره ای که اتفاقا باید اقتدار پلیس رو به مجرمین نشون بدیم بابا جان یه عده فریب خوردن یه عده بچن یه عده فلان درست اما دشمن داره رو ترویج ولنگاری رو جامعه تو حساب میکنه پلیس هم خط مقدم مقابله با این هنجار شکنیه چرا برای پلیس حرف در میاری چرا کاری میکنی اون پلیس پشیمون بشه از اون اقتدارش وقتی اقتدار پلیس را خدشدار میکنی اون زنه تو خیابون میاد میشینه رو ماشین پلیس جیغ میزنه داد و هوار میکنه فریاد میکشه رو سر پلیس چرا چون تو رسانه دار تضعیفش کردی تو کجای دنیا پیدا میکنی تو خیابون طرف داد بزنه سر پلیس آبکشش میکنن ما خودمون کردیم بله اشکالاتی در پلیس هست ما هم انتقاد داریم اما این به این معنی نیست که ما بخوایم پلیس رو زیر سوال ببریم اقتدارش رو خدشه‌دار بکنیم اون هم کجا تو استان مازندرانی که به لحاظ گردشگری و جذب مسافر و فلان خیلی آمار بالایی داره و تو این تابستون میتونه جولانگاه یک عده فوایش داخلی باشه که با این جنبش زنبردگی هرزگی دارن میرن جلو و میخوان نظام رو تحت فشار قرار بدن اما بریم شگفتانه که بهتون وعده دادم رو با هم ببینیم و برنامه رو جمع کنیم ایشون همون سردار حسن مفخمی شهرستانیه در زمانی که فرمانده انتظامی استان مرکزی بوده یه گروگانگیری صورت میگیره سه ساعت میاد با فرد گروگانگیر مذاکره میکنه و در نهایت مجابش میکنه که اصلش رو تحویل بده خودش رو تسلیم بکنه حالا نوع برخورد سردار مملکت رو با یک گروگانگیر بهش توجه بکنید الان شاید بگید خب این گروگانگیر فلان بله میخوام بگم که اون سه صدری که در این شخص وجود داره نوع نگاهی که به مسئله داره صحبت هایی که میکنه رو خوب با دقت گوش بدید خودتون متوجه میشید چی بخوام بگم سیگارم داره من هم به آقایی به این خوب گوش بده از یه طرف ولی حسنش بر اینه که منبر توی برادری داری به نام من نوع برخورد با متهم رو ببین طرف اسلحه دستشه 65 تا دا فشنگ داره در هر کمکی هم بخوای من کمکت میکنم ضمن که من دلم بخواد مادرتو و خواهر تو آیا شما در این کلیپ رحمت نمیبینید اینجا اقتضا میکنه که با اون مجرم اینگونه صحبت بکنه در کلیپ اول که دیدیم اقتضاع زمان اقتضاع مکان الان در مازندران در فصلی که مسافر زیاد میره به اون منطقه یک عده میخوان هنجار شکنی بکنن میگه اون هنجار شکن رو گردنش رو بشکن یعنی مختدرانه باش برخورد کن من پشتتم به عنوان فرمانده تو من ازت حمایت میکنم نترس دست و دلت نلرزه که آقا اگر الان به این مثلا بگیم که شما بازداشتی شما چرا اینجوری هستی شما فلان هستی حکم قضایی براش ببریم داد و بیداد کنه فلان میگه نه من پشتتم اگر هنجار شکنی کرد که جرم مشهوده تو به عنوان پلیس وظیفه داری ورود کنی ورود پیدا کن قاطعانه طبق قانونم برخورد کن من ازت حمایت میکنم چرا چنین پلیسی رو باید تو تخته کنی چرا باید بهش حمله بکنی چرا اقتدارش رو باید خدشه بکنی یه مقدار سواد رسانه یاد بگیریم این آقایون بعضیشون انقدر ادعا دارن دم از سواد رسانه میزنن اما در بزنگاهای سوتیهای عجیب غریب میدن همین شخص چند وقت پیش تصاویر برهنه یک زن رو به عنوان یکی از فالوورای اینستاگرامش تو کانالش منتشر کرد گفت ببینید ما از اینا هم داریم انگار میخواست برای دین و مذهب و جمهوری اسلامی اعتبار بخره بابا اون بد حجابه باید افتخار کنه که عاشق امام رضا میره زیارت عاشق رهبری عاشق جمهوری اسلامیه اون باید افتخار کنه تو نباید بهش افتخار کنی که حالا بعد خیلی تذکر دادن مجبور شد اون رو حذف بکنه و اینها یه مقدار مراقب باشیم چی میگیم چون تو فضای مجازی ما تاثیر میذاریم رو مخاطبمون خیلی ممنون که تا این تا این برنامه همراه من بودیم که ویدیو کمک میکنید یوتیوب رو به افراد بیشتری به نمایش بگذاره تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم خدا نگهدارتون